خانم آقایان سلام، عصرتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جیان آرا. قبل از هر چیز لازمه تسلیت بگیم. فوت برادر همکار عزیزمون سوده جان رو هم به ایشون و هم به ایمان عزیز از طرف همه دوستانمون در رادیو قبرس و جیان آرا یادشون گرامی. انجمن مقامات دولتی قبرس شمالی اعلام کرده خط گرسنگی از آخر ماه آوریل رسیده به 7939 لیر در ماه برای یک خانواده 4 نفره. خط گرسنگی یعنی حداقل میزان کالری که افراد باید برای داشتن یه زندگی سالم دریافت بکنن. به هر حال تورم همه جای دنیا هست، یه جا کمتر یه جا بیشتر، اینجا هم خب کم نیست. از دیروزم تخم مرغ و نوشابه گرانتر شده، اما با توجه به کاهش قیمت نفت معلوم نیست چرا قیمت بنزین ارزون نمیشه. یه موضوع دیگه هم اینه که چند روزیه خیلی نرم و آروم نرخ برابری لیر با ارزهای خارجی دستخوش تغییر شده. دلار و یورو گرون شده و به نسبت پوند ارزشش کمتر شده. به هر حال که جنگ روسیه و اوکراین حسابی گند زده توی اقتصاد دنیا. البته که بهانه دست بعضی از دولت‌ها داده تا همه گرونی‌ها رو بندازن گردن جنگ. تاتار وظیفه تشکیل دولت رو به وزیر کشور آقای اونال اوستل واگذار کرد. طبق قانون اساسی اوستل موظفه ظرف 15 روز کابینه خودش رو به رئیس جمهور ارائه کنه. ایشون گفته ما به سرعت کار رو شروع می‌کنیم تا راه رو برای مشکلات انباشته شده در کشور هموار کنیم. واکنش‌ها به انتخاب اونال اوستل زیاد بوده. طوفان ارهورمان گفته ما به هیچ وجه چنین ساختاری رو مشروع نمی‌دونیم و این انتصاب پایدار نخواهد بود. آقای اوزرسای هم در این باره گفته جایی که دسیسه‌های زیادی با دعوا برای منصب و مقام وجود داره این صندلی‌ها برقرار نمی‌مونه. فقط کشور داره زمان رو از دست میده. وزرای خارجه قبرس جنوبی، یونان، اسرائیل و امریکا در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای کنفرانسی برگزار کردند. بر این اساس وزرای 4 کشور در بیانیه مشترکی پس از این دیدار بر تعهد مشترک خودشون برای پیشبرد ثبات و رفاه در شرق مدیترانه تاکید کردند و اعلام کردند که تصمیم به توسعه همکاری‌ها در زمینه‌هایی مثل انرژی و اقتصاد دارند. با گذشت چند روز از تصمیم برای افزایش نرخ بهره بانکی و بیشتر شدن ترس سرمایه‌گذارها از شکل‌گیری رکود اقتصادی، بازار ارزهای دیجیتال و سهام هر دو با سقوط‌های کم سابقه ای مواجه شده و قیمت بیت کوین پس از 290 روز به زیر 30,000 دلار سقوط کرده. سازمان هواشناسی قبرس شمالی هم اعلام کرده فردا ظهر در برخی نقاط کشور شاهد رگبار و بارون خواهیم بود. دمای هوا هم برای فردا بین 13 تا 27 درجه سانتیگراد پیش بینی شده. و حرف آخر این که اشتباه نکنین. بعضی از آدما اونقدری که نشون میدن به شما وفادار نیستن. در واقع اونا درگیر نیازهاشون به شما شدن. روزی که دیگه به شما احساس نیازی نداشته باشن وفاداریشون هم از بین میره. پس برای خودتون زندگی کنید. دلتون شاد، لبتون خندون.